نامه سوم یوحنای رسول. از طرف یکی از رهبران کلیسا به قایوس عزیز که واقعا دوستش دارم. ای عزیز، دعا می کنم که روزگار بر وقف مراد تو باشد و همانطور که در روح سالم هستی از سلامتی بدن نیز برخوردار باشی. وقتی بعضی از برادران به اینجا آمدن و به من خبر دادن که تو چقدر به حقیقت الهی وفادار هستی، یعنی چگونه مطابق حقیقت رفتار می کنی، خیلی خوشحال شدم. هیچ چیز بیش از این مرا خوشحال نمی سازد که بشنوم فرزندان من بر طبق حقیقت رفتار می کنن. ای عزیز، از تمام کارهایی که برای این برادران انجام می دهی، هرچند آنها را نمی شناسی، معلوم می شود با وفاداری کار می کنی. آنها به کلیسای اینجا از مهربانی تو تعریف کردند. اگر بتوانی طوری خداپسندانه به آنها کمک کنی تا سفر خود را ادامه دهند، کاری نیکو کرده ای. زیرا آنها این سفر را به عنوان خدمتی به مسیح شروع کردند و از غیر مسیحیان کمک قبول نمی کنند. پس ما مسیحیان موظفیم با پذیرایی از چنین اشخاص در انتشار حقیقت همکاری کنیم. من نامه مختصر به کلیسا نوشتم، اما دیو ترفس که همیشه دوست دارد خود را جلو بیاندازد، سخنان ما را قبول نمی کند. وقتی بیایم کلیسا را از تمام کارهایی که او کرده و تمام اتهامات بی اساس و نادرستی که به ما زده است مطلع خواهم ساخت. او به این کارها اکتفا نکرده، بلکه برادران را نیز به خانه خود راه نمی دهد و مانع می شود که دیگران نیز از آنها پذیرایی کنند، و اگر بعضی ها چنین کنند او آنان را از کلیسا بیرون می کند. ای دوست عزیز، نیکی را دنبال کن، نه بدی را. شخص نیکوکار فرزند خداست، بدکار هرگز خدا را ندیده است. همه از دیمیتریوس به نیکی سخن میگویند. حقیقت هم همین است و ما نیز گفتار آنها را تأیید میکنیم و تو میدانی که شهادت ما قابل اعتماد است. مطالب زیادی هست که باید برای تو بنویسم، اما نمیخواهم آنها را با قلم و مرکب روی کاغذ بیاورم. امیدوارم تو را خیلی زود ببینم و روبرو با هم صحبت کنیم. صلح و آرامش از آن تو باد. دوستانت سلام می رسانن. به دوستان ما فردن فرد سلام برسان.